من این زیبایی دنیا را می دیدم و فکر می کردم درباره رحمت الله سبحانه و تعالی. من می فهمم یگان مردم این دنیا را مثل جهنم ساختن که شما باید ایره نکنین، شما باید او را نکنین، از زندگی لذت نبرین، خنده نکنین، بیرون نگردین، به خاطر که دنیا عذاب نیست و کل موضوعات اسلامی را طرف عذاب و طرف جهنم بردن. لیکن دیج یک بخش بسیار کلان درباره رحمت الله سبحانه و تعالی است، درباره کرم الله سبحانه و تعالی است. ببینین این کائنات شما خودتون، اگر این دنیا یک عذاب می بود به یک مسلمان، به یک انسان عمومی، باز یکقدر مقبول چرا می بود؟ به خاطر اینکه عذاب نیست. الله سبحانه و تعالی ما را در دنیا روان کرده که لذت ببریم از چیزایی که خوب است و خود دور کنیم از چیزایی که با ما خوب نیست. به خاطر اگر پشت او بریم، باز نمیتونیم از زندگی و از مقصد زندگی لذت ببریم. ما باید همیشه در مسائل اسلامی، در مسائل زندگی، مسائل الهی یک نظر داشته باشیم. اون نظر چیز که ما که طرف کدام تو وقت طرف الله سبحانه وتعالی میریم، باید یک فضار ما طرف امید باشه که الله سبحانه وتعالی رحمان و رحیم است، الله سبحانه وتعالی سر ما کرم و غفور است، و یک طرف از ترس باشه. و او ترس از عذاب بودن به این معنا نیست که الله سبحانه وتعالی درست است که عدل از غفار است، لیکن این ترس مثل ترس از مادر داری که نشو کدام کار غلط بکنم که مادرم خفه نشود. او قسم او ترسم علت محبتی است و بدون شک الله سبحانه وتعالی عدل همچنان است، الله سبحانه وتعالی الحق است و کسایی که ظلم میکنن به اونا قهار است، یعنی میتونه سرشان ظلمشون جبران کنه و شان سزا بده. لیکن به یک مسلمان مثل خودت ماشاءالله شما باید همیشه امید مثبت داشته باشین. و این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که من هستم، الله سبحانه وتعالی میگه من هستم چیزی که بنده ایم سرما فکر میکنه. اگر فکر میکنه الله سبحانه غفار و غفور است، رحیم است و مرا میبخشه، الله سبحانه خودت میبخشه. اگر فکر میکنی که الله سبحانه هیچ وقت مرا نخواهد بخشید، این فکر شخصی خودت است. و همیشه دوباره هر چیزی کردی، در هر گناه کسی میتونی دوباره برگردی و کدام وقت که به الله برگردی، تعریف الله سبحانه بفهمی، حقیقت دنیا رو بفهمی، از این دنیا میتونی واقعا لذت ببری. بخاطر این دنیا به جوش خود لذت ببری، نک دیجی غمگین و خفگان و درد و مصیبت بانی. امید دارم که اینطوری شما بیرون بیاین و از خلقت الله سبحانه وتعالی لذت ببرین و سش تدبر کنین، ببینین که این دنیا مقبول است، جنت چطور خواهد بود.